توی این قسمت از موشنار قرار با هم دیگه یک دیاگرام گرافیکی ایزومتریک طراحی کنیم سلام بچه‌ها خیلی خوش اومدید به این قسمت از موشنار من احسان خداشناسم و قرار توی این ویدیو با هم دیگه یه دیاگرامی رو تمرین کنیم دیاگرام‌های های ایزومتریک رو حتما همتون دیدین یه سه دیاگرام هستش که به صورت گرافیکی کار میشن و قرار توی این ویدیو در رابطه باشون با هم صحبت کنیم خیلی وقتا ما برای بیان ایده و طراحیمون لازم نیستش که حتما یه رندر رئال از کارمون بگیریم مثلا تو دیاگراما عموما کارمون به صورت گرافیکی انجام میشه حالا من توی این قسمت میخوام با استفاده از نرم افزار فتوشاپ بیشتر و شاید یه مقداری مقدار دل ایلستریتور میتونید از تو خودم فتوشاپ استفاده کنید لازم نیست حتما بیاید اگه ندارید نرم افزارشو نصب کنید بیشتر کارمون تو فتوشاپ انجام میشه و یه نرم افزار مدل سازی که حالا هر نرم افزاری اوکی فقط باید خروجی پی دی اف ما بده خب دیگه بریم سراغ کارمون ببینیم که چطوری میتونیم این دیاگرام رو با هم ترسیم کنیم خب بچه ها اول کارمون رو از نرم افزار اسکچاپ شروع میکنیم توی نرم افزار اسکچاپ من یه پروژه رو مدل کردم چیزی که قرار کلیت کار من باشه یه توضیح بدم توی سبودی و بعد بریم سراغ نرم افزارهای پست این بخشی که این پایین هستش قرار یه فضایی باشه که مثل آب باشه یه رودی یا یه جوی باشه این صفحه که روی اینجا هست قرار چوبی باشن هم این صفحات هم این صفحات که مثل پله هستن و میتونن افراد روش بشینن این بلاکی که اینجا هست قرار یه بلاک باشه مثل حالا زمین یه ستونی باشه یه چیزی باشه و اینجا یه راهی باشه برای افراد پیاده اینا رو میتونیم حالا جای درختها باشن اینا سندلی های که توی کارم قرار دارن توی این بخش هم یه فضای سبزی که یه مسیر حالا راه مسیر پیاده وسطش کشیده شده کلیت کار من اینه من دوربینم رو گذاشتم روی حالت پارالل پراجیکشن و میبرم روی حالت ایزومتریک دوربینم جایی که دلم میخواد تنظیم میکنم تقریبا بهتره که نزدیک باشه به ایزو که اگر خواستم از در واقع مدل های آماده مثل آدم ها و درخت ها و اینا استفاده کنم روی کار من بشینه تقریبا اوکیه همین من اکسپورت میگیرم توی بخش فایل اکسپورت تو دی گرافیک یه اکسپورت اکسپورت پی دی اف از کارم میگیرم اکسپورت رو میزنم خب بچه این فایل پی دی که من اینجا دارم روش کلیک راست میکنم و اوپن وید میزنم و با ایلستریتور فایلم رو باز میکنم توی ایلستریتور من هدفم اینه که بیام و کارم رو از نظر خط خطوطی که دلم میخواد تنظیم کنم این خط و اگه اضافه هست چیزی حذفشون کنم زخامت خطوطم رو تنظیم کنم میتونم این کار رو مستقیم توی فتوشاپ هم انجام بدم اما چون که توی ایلستریتور خیلی راحت تره من سعی میکنم که این کار رو توی ایلستریتور انجام بدم ببینید بچه ها. الان کلیت کارم منو اینجا داریم میبینیم اولا که همه رو انتخاب میکنم و سعی میکنم فیلشون رو حذف کنم ببینید الان دیگه من برای هیچ کدومشون اون رنگ قبلیم که یه حالت توسی بود رو دیگه ندارم اینجا همه رو انتخاب کردم اینجا اول رو روی یه رنگی زدم بعد نان رو زدم و دیگه الان تقریبا همشون هست شدن خب اول خط و خطوط اضافه رو پاک کنم این دوتا خط اینجا اضافه هستن این خط اینجا اضافه است این خط اینجا اضافه است این خط اینجا اضافه است دیگه خط و خطوط اضافه چیزی من نمی بینم فکر می کنم اوکی باشه همه رو انتخاب می توی بخش پراپرتیز یه استروکی بهشون میدم که همشون اول یه دست بشه الان زخامتشون خب خیلی کم شده کاری که انجام میدم چیه میام همه رو انتخاب میکنم و یه بار میخوام استروک دورش رو ایجاد کنم بچه میخوام دور تا دور کارم یه استروک زخیم داشته باشم همه رو انتخاب میکنم کنترل C میزنم یه لایه جدید باز میکنم و کنترل شیفت وی رو میزنم لایه قبلیم رو که پاک کنم الان یه لایه از لایه قبلیم کپی گرفتم دوباره همه رو انتخاب میکنم از تب پس فایندر بچه یه تبی هست به اسم فایندر روشن میکنم من اینجا دارمش همه که سلکت کردم روی این حالت اول کلیک میکنم چیکار میکنه میاد دور تا دور کار من رو برام در میاره و یه استروک برام ساخته حالا دیگه میتونم این استروکم رو خیلی راحت بهش سخامت بدم روی دوازده میذارمش به میکنم اوکی باشه ببینید کارم الان یه استروک سر تا سری برای من ایجاد شده یه سری خطوط دیگم که دلم میخواد همین استروک رو داشته باشن رو باز انتخاب میکنم مثلا این خط این خط این خط با نگه داشتن شیفت خطایی که دلم میخواد رو بهش اضافه میکنم و به این صورت و اینا رو هم یه زخامت بیشتری بهش میدم مثلا اینا رو میذارم روی ده اگر خطای دو رو دوازده بود اینا رو میذارم روی ده بچه اگر من بخوام این خطا رو دوباره سلیک کنم لازم نیست دوباره همه رو اینجوری دونه دونه انتخاب کنم یکیش رو کلیک میکنم توی سلکت میام روی سیم و اه استروک اه زخامت استروک رو انتخاب میکنم اینجا میذارمش روی هشت یا هفت شاید یه ذره کمتر باشه تفاوتشون حس بشه شاید اتفاق بهتری باشه خب دوباره میتونم یک سری خطوطم رو تغییر بدم و بر اساس اونو دوباره بتونم کارم مدیت کنم این خطوط اینجا رو مثلا بهتر شاید یه مقدار زخامتشون بیشتر باشه این خطوطی که برای این سندلی هست در واقع میتونه زخامتشون یه مقدار بیشتر باشه شاید این شکلی کار من جذاب ترش سلیک میکنه بچه کلا دیگه هر خطی بخواستید زخامتش رو تنظیم کنید توی ایل دستتون خیلی بازه دیگه راحت میتونید بیاید به این شکل و مثلا زخامت اینا رو بیاد روی یک حالا خیلی تغییر نکرد شاید بیارمش روی دو بهتر بشه اوکی اینجا هم فقط یه خط اضافه مونده که اینم باید بیارم روی دو تقریبا اوکی تقریبا به چیزی که میخواستم نزدیک شدم همینو ازش اکسپورت میگیرم یا سیوش میکنم و برم توی نرم افزار فتوشاپ که اونجا بقیه کارش رو انجام بدم خیلی راحت روی فایل سیو رو میزنم هم میتونم روی پی دی اف هم سیو کنم هم میتونم دوباره یه سیو جدید ازش بگیرم هم فایل پی دی اف هم فایل در واقع ای آی هم رو سیو کنم همین پی دی افی که سیو کردیم اوکیه من فقط اسمش هم بزنم اسکیچاپ دو و اینو سیو میکنیم و بریم سراغ نرم افزار فتوشاپ خب توی نرم افزار فتوشاپ من دوباره فایلم رو ایمپورت کنم عبادش رو جوری که دارم میخواد تنظیم میکنم میارم وسط وسط قرارش میدم و الان دیگه تقریبا همه چی اوکی یه من یه عکسی رو دانلود کردم یه کالر پلتی داره که شاید به کلیت کار من بیاد حالا یه مقدار باید رنگاش جابجا جا بشه من سعی میکنم رنگا رو تغییر بدم اما کلیت رنگاش به چیزی که من میخواستم نزدیک شاید یه مقدار حالا دستی بعد اینکه رنگشون رو برداشتم از روشون تغییر بدم اما کلیت خوب خب بچه اولین کاری که میخوام انجام بدم اینه که بیام برای تک تک این صفحات یه سری رنگ در نظر بگیرم یه سری رنگ در نظر بگیرم تا بعدش بتونیم با براش های مختلف اون رنگ هایی که ایجاد کردیم رو یه مقدار هم تغییر بدیم خب برای این کار من حتما باید بیام و برای هر بخشش یه رنگ جدا در نظر بگیرم یعنی چی مثلا من اینجا رو در نظر میگیرم این این بخش رو انتخاب میکنم ببینید از مجیک تول استفاده کردم روی فایل اسکچاپم نمیام رو همین فایل رنگ کنم میام یه لایه جدید ایجاد میکنم لایه رو میارم پاینتر پایینتر و مثلا از این رنگ استفاده میکنم براشم رو تغییر میدم و این رنگ مثلا استفاده خب دوست دارم توی این زل سمت چپیم یه مقدار قلزت رنگم بیشتر باشه دوباره میام به این شکل رنگم رو یه مقدار تیره تر میکنم و فکر میکنم این اوکی باشه خب دیگه چه صفحاتی رو میخوام این رنگی باشن دیگه چه صفحاتی رو میخوام این رنگی باشن اینجا روی این زل هم دوست دارم این رنگی باشه دوباره میام انتخاب میکنم این رنگ رو بهش میدم رو همون لایه قبلی اینجا رو هم به همون رنگ قبلی در میارم ببینیم که این شکلی خب رنگ رو دوباره اینجا بر و میام اینجا رو تو لایه پایینی رنگ میکنم دیگه چه لایه هایی هستش که میخوام این رنگی باشه فعلا جای دیگه بزنم نمیاد فکر کنم همین دوتا این رنگی بشن اوکی شاید بدنه اینا هم این رنگی بشه جالب باشه بیام اینجا روی مجیک تول اینو انتخاب میکنیم بچا حواستون باشه اینو اگه بخواید چند تا لایه رو پشت سر انتخاب کنید اینو بزنید رو حالت اد خیلی راحت دیگه با کلیک کردن اون بخشی که دلتون میخواد انتخاب میشه لازم نیست هی برید شیفت و نگه دارید و ازش بخواهید این شکلی استفاده کنید خب بخش های مختلفی که دلم میخواست رو انتخاب کردم دوباره برمیگم رو همون لایه تو اینجا و همشون رو با براش رعی میکنم اینجا انتخاب نشده بود دوباره روی این فایل مجیک رنگ رو بر میدارم و توی همون لایه قبلیم رنگش میکنم خب کاری که میخوام انجام بدم اینه که بیام به همشون نویز بدم لایه رو انتخاب میکنم بچه توی بخش فیلتر نویز اد نویز رو میزنم یه مقدار ناکوید رو تغییر میدم این پایینه میبینین نویز داره ایجاد میشه کمش میکنم خیلی زیاد بود نویزش و فکر میکنم اینقدر شاید اوکی باشه شاید حتی کم تا. تقریبا یه ذره که این حالت نویزی که اینجا براش به وجود اومد رو داشته باشه خب کار دیگه ای که میخوام انجام بدم اینه که بیام این یکی بدن رو حالا با یه رنگ یه مقدار روشنتری به همین شکلی الان کار کردیم کار کنیم این دوتا سفر رو انتخاب میکنم یه لایه جدید براش ایجاد میکنم این لایه رو میارم پایین تر این دفعه از رنگ همین این بالا انتخاب استفاده میکنم و رنگ رو بهشون میدم دوباره توی فیلتر نویز اد نویز و اوکی خب بچه نگاه کنین این تفاوت رنگی که توی بخش مختلف ایجاد میکنیم توی این در واقع رندر ها و توی این کارهای گرافیکی ایزومتریک خیلی میتونه کارمون رو جذابتر نشون بده خب میریم توی این بخش پایینی میخوایم این آور رو رنگ کنیم یه لایه جدید یه دوباره توی همین لایه اینجا رو سلیک میکنم یه لایه جدید ایجاد میکنم بچه توی این مرحله میخوام چیکار کنم اولا که یه رنگ پس زمینه براشون ایجاد میکنم که شاید یه ذره از این رنگ روشنتر و بعد از این که رنگ پس زمینم رو ایجاد کردم میام با آبرنگ با براش آبرنگی روشون رو رنگ میکنم ببینید بچه ها ما یه سری براش داریم که حالت و شکل آبرنگ دارن کنین چه شکلی هم یه کلیتشو ببینید من رو برگردونم از این براش ها توی اینترنت هست یه سرچ کنید براش آبرنگ پیدا میکنید میتونید بیاید روی در واقع بافتی که روی این کارتون هست از این براشا استفاده کنید چطوری میتونیم این کارو بکنیم ببینید الان من لایه ای که مرتبط با این براش بود رو با این رنگ بود رو دارم نا کنید این لایه شماره سه بنویسم آب مثلا خب برای بتونم از براش استفاده کنم میام یه لایه جدید اضافه میکنم و اسمشو میذارم بافت آب مثلا بافت آب خب حالا این بافت آب رو با دکمه کنترل آلت و جی وصل میکنم به لایه پایینیش ببین حتما این لایه باید بالای لایه قبلیم باشه و وقتی گذاشتمش اینجا بذارید این رنگشون عوض کنم ببینید در راجع به کدوم حرف بزن خب و وقتی که اینو گذاشتم اینجا شاید اینم ببندم بهتر باشه خب وقتی که اینو گذاشتم اینجا میبینین که این لایه اومده بالای این و یه حالت ماسکی روش ایجاد شده یعنی چی این چه اتفاقی قران افتاده الان داره میگه که اگر من بیام هر جا رنگ کنم روی این لایه بافت آب فقط اون جاهایی رو به من نشون میده که لایه پایینیش در واقع وجود داره ببینید الان من دارم توی اینجا کلیتش تو همه جا رنگ میزنم دیگه ولی فقط جایی رو نشون میده که این لای پایینی وجود داره حالا از این طریق میام حالا سایز براش هم تغییر میدم یه چند تا لکه روی در واقع کارم ایجاد میکنم با سایز براش مختلف و های متفاوت سعی میکنم در واقع کارم رو تغییر بدم میتونم از چند تا براش مختلف استفاده کنم این برش های آب رنگیم که کارم یه مقدار طبیعی دور همون انتخاب کردم اه... که کارم یه مقدار طبیعی تر به نظر بیاد و باز میتونیم دوباره این خیلی بزرگ باشه اوپسیتی رو بچه اوپسیتیش رو تغییر بدیم که لایه های قبلیش دیده بشن خیلی کمک میکنه به شکل کلیه کارتون خب به این شکل الان ما اومدیم یه لایه جدید رو ایجاد کردیم و بهش رنگ دادیم بچه حالا چیکار میتونم بکنم میتونم بیام دوباره یه رنگ دیگه انتخاب کنم و بیام دوباره لابلای اینا روی همین لایه آبم هم کلیک کنم یا مثلا سفید تر شاید این سفیده و وسیطیش خیلی کم باشه و این شکلی میبینید یه بافت جذابی رو از این آب توی اینجا ایجاد کردیم خب حالا میتونید بیاید دوباره روی هم حالا لایه بالاییمون که قرار دادیم و مثلا مودش رو تغییر بدین شاید دارکر کالر قشنگ باشه یا اسکرین هم جالبه میبینید اینو دیگه تغییر بدین روی حالت مختلف بذارید ببینید که کدوم اون چیزیه که دلتون میخواد من فکر کنم هم حالت نرمالش تو اینجا الان بهتر بود اسکرینش هم جالب بود اما یه مقدار شاید سردتر بشه با این اسکرین همین حالت نرمال برای من اینجا اوکی فقط اوپاسیتیش رو یه مقدار میارم پایین که خیلی دیگه به چشم نید خب الان اینجا رو ما کار کردیم برای تک تک بخش به همین شکل میتونیم این رنگ در واقع بکراند رو براشون ایجاد کنیم من این مقدار سریع کار رو انجام بدم تا به ادامه ویدیو برسیم خب بچه همونطور که میبینین الان من کارم تقریبا تمام کردم در واقع اون لایه هایی که میخواستم رنگ و در واقع تکسچر کارم رو ایجاد کنم رو انجام دادم جایی که لازم بود رو یه سری خط و خطوط هم اینجا روی این چوبا در واقع دستی ایجاد کردم همینجوری خیلی راحت با براش با زخامت یک اومدم یه سری براش در واقع خط ایجاد کردم جای مختلف رو رنگ زدم این گوشه ها رو سعی کردم رنگ بیشتری بزنم براشون که در واقع زخیم تر بر... این کار که پر رنگ تر به نظر بیاد و این شکلی سعی کردم در واقع گرافیک کلی کارم تنظیم کنم حالا این لایه رو حذف کنم میبینیم که کلیت کارم یه همچین چیزی میتونم این خطوط وسط رو حذف کنم که این سفیدیه شاید اتفاق بهتر و جذاب تری باشه شاید هم نه بذارم باشه ولی به نظرم حذفش بهتره میتونم خط گوشش رو گوشه هاش رو حفظ کنم و خط وسطش رو در واقع اینا رو پاک کنم این کارم میتونم انجام بدم خب با استفاده از لساتول دارم میام اینا رو انتخاب میکنم و میخوام که خطوط داخل کارم رو حذفشون کنم به این شکل کارم رو ادامه میدم خب با استفاده از ایریزر میام روی اینجا و این لایه رو خطوطش رو پاک میکنم از به نظرم این شکلی با توجه به اینکه دور اینا رنگ های قهوه‌ای و رنگ‌های تیره تر هستش کلیت کارم رو بهتر میکنه ببینین الان به این شکل این خطوط سفید مرزاشون مشخصتر و واضح‌تره خب بخش بعدی کاری که میخوام انجام بدم اینه که بیام و در واقع درخت توی کارم ایجاد کنم بچه برای این کار توی اینترنت سرچ کنید برید سایت فیلیپیک سایت فیلیپیک توی این سایت لاگین کنین و یا اگر اکانت ندارین اکانت برای خودتون بسازید و بیاین توی همین بخش سرچش یه فری وکتور رو سرچ کنید این اگه بزنید رو حالت فری کلی براتون آبجکت میاره که خیلی به کارتون میاد حالا اینا همه رو هم میتونم دانلود کنم خیلیشون استفاده کنم توی کارم انتخاب کنید یکیشونو که در واقع شکلاشون نزدیک به اون چیزی که دلتون میخواد و بعد ازش استفاده که این بالاش علامت پریمیوم داره خب برای ما شاید سخت باشه بعد اکانت بخریم اما اینا که علامتی بالاشون نداره رایگان حالا این مثلا این تصویر تصویر رایگان دانلود کنید یکیشون رو و برید سراغ دوباره فایل فوتوشاپتون. دوباره فایل فوتوشاپ خب من یکی از فایلایی که توی پی... فریپیک پیدا کردم رو بهتون نشون بدم این درختایی که میخوام توی کارم اضافه کنم و ازشون استفاده کنم خب فایل فایل وکتوره و من وقتی بازش کنم دوباره توی الستریتور برام باز میشه میتونم توی الستریتور در واقع اونایی که دلم میخواد رو انتخاب کنم سلیک کنم تغییر بدم اگه جزیاتش رو میخوام تغییر بدم و بیارمشون توی فتوشاپ. خب بچه بعد از اینکه فایلتون رو باز کردین توی الستریتور میتونید با انتخاب کردن هر کدوم از این درختها و کنترل C بیاین توی فتوشاپ و کنترل وی رو بزنید فایلتون رو حالا به صورت اسمارت آبجکت میاره داخل فتوشاپ قرار میده ابعادش رو کوچیک و بزرگ کنید اندازه‌ای که دلتون میخواد و حالا دیگه خیلی راحت میتونید اینجا ازش استفاده کنید من اسکیلش میکنم یه مقدار دیگه با کنترل تی روی کیوردم اسکیلش میکنم میارم روی این پایه ها قرار میده خب بعد میتونید بیاد اینجا اوپاسیتیش رو یه مقدار کمتر کنید این شکلی و شاید دوباره یه کپی از این بگیرم کنترل C کنترل V بیام اینجا یه ذره باز اسکیلش کنم کوچیکترش کنم سعی کنید درختایی که کار میکنید توی کار... توی پروژهتون شبیه هم دیگه نباشن هر چقدر این تفاوت داشته باشن حالا چند نظر ابعاد چند نظر شکل و شمایل کلیشون کارتون رو طبیعی تر بهتر میکنم. حتی که اینجا الان خیلی ما ملاکمون کار طبیعی نیست چون کلیت کارمون هم کار گرافیکی نکته دیگه که میخوام تغییر بدم اینجا اینه که درخت هایی که میذارم اینجا رو با کالر اوورلی یه رنگ سبز بهشون میدم میخوام فضای سبزم کاملا با رنگ سبز پوشیده شده باشه و فالا این فضایی که اینجا بود برام خیلی اهمیتی نداشت این قضیه بخاطر میام وقتی درخت رو گذاشتم دوباره رو این کلیک میکنم توی بخش کالر یه رنگ سبز بهش نسبت میدم یه رنگ سبز شاید یه ذره تیره تر که اگر کپسیتش رو هم کم کردم لایه رو باز اون سبزی نگیش حس بشه خب شاید اوپ... بهتر بود کالر از این تیره تر باشه سبزش این رنگی اینجا هست شاید خوب باشه چند تا از این حالت ها رو امتحان کنین ببینین که به نسبت کارتون پروژهتون کدوم مدلش بهتر میشه خب بچه بعد از اینکه حالا این درخت رو هم گذاشتیم میتونیم در واقع چند تا آبجکت دیگه اضافه کنیم شاید آدم شاید چند تا کارکتر دیگه اضافه کنیم توی کارمون که یه مقدار جلوه کارمون بیشتر شه میشین برای این کار بیاین توی دوباره همین سایت فری پیک و این دفعه پیپل وکتور رو سرچ کنید بچه حواستون باشه کاری که ما داشتیم انجام میدادیم حالت ایزومتریک بود بهتره در واقع آبجکت هایی که به عنوان آدم و اینا دارید میارید توی کارتون حالت ایزومتریک داشته باشن بخاطر من سرچ کردم پیپل وکتور ایزومتریک و حالا دیگه میتونم از اینا از این آیتم که داره بهم نشون میده همه حالت فریش هم هست استفاده کنم خیلی شکلای مختلفی داره حتی میتونم از تصاویر ماشین و این چیزهایی که داخل کارم هست رو هم استفاده کنم چند تا از اینا رو دانلود میکنم و توی کارم با هم میبینیمش خب بچه یه فایلی من دانلود کردم فکر میکنم به کارم خیلی میومد در نظر فعالیت که داره توش انجام میشه حالا میتونم اینا رو به همین شکلی که الان هستن استفاده کنم یا میتونم بیام و در واقع ویژگیاشون رو تغییر بدم مثلا رو تغییر بدم یا مثلا ناکنی میتونم از این به عنوان سایه استفاده کنم بیام همشون رو مشکی کنم این شکلی و حالا از این از این شکل توی پروژه استفاده کنم کنترل سی رو میزنم میام روی اینجا کنترل وی رو میزنم و کارکترم میاد توی اینجا قرار میگیره اوکی میکنم شاید بتونم فقط با حواس باشه دیگه اسکیلش بکنم خیلی درست باشه دقیق باشه و اینا رو توی پروژه قرار میدم میتونم رنگی هم استفاده کنم ولی فکر می کنم این شکلی حالا بهتر باشه چند تا حالتش امتحان میکنیم بعدش خیلی راحت میتونیم ازشون استفاده کنیم این سایه زیر پاشون رو هم اگر خواستید میتونید توی همون نرم افزار ایلستریتور حذف کنید کلا بهتر تغییراتی که میخواید به این لایه ها بدید رو توی همین الستریتور انجام بدید من آن گروپ میکنم کف پاش رو هز میکنم و حالا دیگه این خیلی راحت و مرتب میاد توی نرم افزار فوتوشاپ و قرار میگیره می کنم اینجوری کلیت کارم بهتر باشه یکی از کارهایی که بچه هم میتونید انجام بدید اینه که آدم هاتون هم مثل درخت ها در واقع کالر اوورلی مخصوص خودشون رو داشته باشن این هم باز میتونه یه جذابیت بسیاری توی کلیت کارتون ایجاد کنه من دوباره چند تا کاراکتر دیگه توی کارم قرار میدم و دیگه پروژه رو جمع میکنم خب بچه ها باز میتونین کارکتر رو بیشتر بیارین داخل کارتون و جزیات رو بیشتر کنین من فهم میکنم همینجا برای این قسمت کافی باشه خب بچه ها کادر و نوشته رو هم اضافه کردم اگه خواستید باز میتونید به جزئیات کارتون اضافه کنید آبجکت اضافه کنید یا بافت های مختلفی که میتونید توی فضا اضافه کنید توی قسمت بعدی شب راجع به اینکه چجوری بتونیم تکسچر آماده هم استفاده کنیم توی کارمون صحبت بکنیم خیلی ممنون بچه ها از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین ممنون میشم که نظرتون رو برام بنویسین ویدیو رو لایک کنید و اگر فکر می‌کنید به درد کسی می‌خوره حتما براش فوروارد کنید خیلی ممنون میشم که دو تا کانال ما یعنی تایم رسوم داد استودیو و تایم رسوم داد آرشیتک رو سابسکرایب کنید و اگر خواستیم بیشتر از ما حمایت کنید میتونید از لینک هامی باشی که زیر ویدیو هست استفاده کنید خیلی مخلصم خداحافظ